زمینه درونی تربیت وجود داره. یک، عقل. دو، فطرت. سه، حب ذات. چهار، حب تعالی و رشد. پنج، حس کنجکاوی. شیش، حب عدالت. درون هر انسانی کافر و مسلمانش هست. دیدی که خدا عقل مسلمان بده به کافر نده؟ و تو استفاده از عقل مناط فکر کردنه. مناط مسلمانی نیست، اشتباهی نفهمیدا. از خدا گله نکنید. خدایا ما مسلمانیم، روز پنج وقت نماز میخونیم، کافر از ما پیشرفت کرده. خب تو قرآن برای ثواب میخونید، کافر آماده خیمه زده تو قلبت. حالا بیرونش کن. تو قرآن برای فهم نمیخونی، برای عمل نمیخونی، برای ثواب میخونید، قطعا بر تو مسلط میشه، چون اون بهتر از تو کتاب تو رو میفهمد. چند روز پیش یک فهرستی برای احادیث نبوی تو کتابخانه دنبالش میگشتم، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث، تفصیل آیات القرآن. اینا همه مستشرقین نوشتن، خاورشناسا نوشتن، مرکز استشراقی لیدن در اتریش پشت این قضیه است. آیه به آیه، کلمه به کلمه، حدیث به حدیث براش فهرست گذاشتن. مسلمان ها گیر خورشونن. به زبان لاتین نوشته شده، به زبان انگلیسی نوشته شده، به زبان فرانسوی نوشته شده این کتاب ها. خیلی مسلمان ها هنر کردن، ترجمه کردن به عربی. اونا فهمشون بیشتره، اعتقاد ندارن، اما معادلش رو استخراج میکنن برای استعمار ما. ما فقط شعارش رو میدیم. اسلام نمازخون خوبی نمیخواد که 24 ساعت فقط تعداد رکعاتش اضافه بکنه و دلش خوش باشه که هی میخواد که نماز بخونی توأم با فکر، متفکر خوب. انسان مجری طرح‌های خداوند روی زمینه. تحقق بخشیدن به توحید و عبودیت و بندگی خدا در تمام با همه ابعاد وسیش در کل زمین و زمان. فذکرونی اذکرکم. عقل، فکر، زمینه درونی تربیتی. اسلام هیچ موقع بی منطق نگفته که انتظار داشته باشه طرف مقابل بپذیره. ما گله میکنیم، پدر گله میکنه، فرزندم تابعم نمیشه. خب تو داری بی منطق میگی. امام جمعه گله میکنه، مردم حرفم نمیفهمن، تابعم نمیشن. حتما بی منطق داری میگی. قرار نشده که خداوند زمینه پذیرش قرار داده. تو با منطق صحبت بکن، کافرم مسلمان میشه. حاجی ابراهیم عباسی تعریف میکرد، میگفت مرکزی در واشنگتن درست کردم، سومین مرکز در آمریکاست، اولین مرکز در واشنگتن، یک مسجد با مرکز و ملحقاتش. میگفت بهترین خطیب بردم اونجا از مصر، خطبه داره میخونه، 1000 نفر نمازگزار جمع میشه، تعدادی برادران مسیحی آمریکایی میان تو نماز جمعه تو خطبه شرکت میکنن. یه سخنرانی میخوان گوش بدن، دیدگاه های مسلمان ها رو بشنون. درباره آفرینش چیه؟ درباره طبیعت چیه؟ درباره علم چیه؟ درباره اخلاق چیه؟ درباره خانواده چیه؟ درباره فرزند چیه؟ درباره همش علم، تکنولوژی چیه؟ میگو موقع نماز که میشه میرم بیرون، چون این یه سری حرکات خاص به مسلمان هاست. اما علم مذهبش جهانیه، علم مذهبش جهانیه، مذهب نداره. ما آمدیم گوش بدیم به صرف یک انسان. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. موقع نماز میرم بیرون، چون اونا یک سری
حرکات موزون خودشون دارن برای عبادت و بندگی. میگه یه سالن استقبال بیرون درست کردم با تجهیزات کامل، دکور کامل، خیلی جذاب و پذیرایی. خطبه که گوش دادن میرن تو سالن، از خودشون پذیرایی میکنن. صحبت هایی که شنیدن از خطیب، بین همدیگه بحث میکنن. ما که نماز خوندیم، خطیب با تعداد مسلمان ها میرن از اونا استقبال میکنن، اونجا میسیری بحث با هم میکنن. میگو هفته ای دو نفر سه نفر تو سالن استقبال بعد از استماع خطبه رو به قبله علم میستن. میگو سالی 90 نفر، 100 نفر، بعضی موقع 110 نفر. پس اسلام منات تکلیف و عقل قرار داده و منات تکلیف که خطاب خدا متوجه انسان بشه عقله. زمانی که عقل به رشد برسه میگن فلانی حالا بالغ شده، به سنی رسیده که عقلش به نضج و رشد و کمال و تشخیص و تمییز رسیده، حالا شایستگی خطاب خدا که متوجه عقلش میشه پیدا کرده. چون خدا بی منطق نمیگوید. عقل انتظار نداشته باشیم چیزی به خورد مردم بدیم دور از تعقل باشه، نتونن هضم بکنن، بعد بگیم که سلام جناب شیخ الاسلام. نیست همچه چیزی، خصوصا وقتی که دیگه کم کم جماعت مساجد جمعه ما، دانشجوها و تحصیل کرده ها میان تو صف نماز، تغذیه نمیشن از نظر فکری. بعد ما گله میکنیم،